پرنس چارلز ولیعهد انگلیس و سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد بحرین با حضور در سواحل بحرین اولین پایگاه دائمی نیروی دریایی انگلیس در طی چهل سال گذشته در خلیج فارس را افتتاح کردند این پایگاه نظامی که در بندر سلمان بحرین قرار دارد از سوی نیروی دریایی انگلیس و نیروهای ویژه این کشور مورد استفاده واقع خواهد شد و میتواند 600 نظامی را در خود جای دهد برای احداث پایگاه نظامی انگلیس در بحرین سی میلیون پوند هزینه شده که حکومت بحرین 75 درصد هزینه ساختن آن را پرداخت کرده است انگلیس روابطی گسترده در بخش نظامی، امنیتی و سیاسی با حکومت بحرین دارد و در سرکوب معترضان بحرینی به ویژه شیعیان با حاکم این کشور همکاری می کند. گفته شده یکی از دلایل زود هنگام افتتاح این پایگاه دریایی آموزش نیروهای بحرینی در این پایگاه است. لازم به ذکر است انگلیس قبلا نیروهای بحرینی را در داخل بریتانیا آموزش میداد که به دلیل اقدامات سرکوب گرایانه ی نیروهای بحرینی از طرف گروه های حقوق بشری تحت فشار قرار گرفت.